سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است. قبره فی قلوب من والا، قبره فی قلوب من والا، قبره فی قلوب من والا. بهشت در زانی خوبان عالم، بهشت در زانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون راجع به بیان گوشه ای از جنایت های یزید و شناخت این چهره منحوس تاریخ اسلام که در مسند پیامبر جا گرفته و جنایات عظیمی رو مرتکب شد، نکاتی رو خدمت بینندگان محترم عرض میکنیم که باز باید مطالعه کنن. هر مسلمانی به حکم عقل باید تاریخ حقیقی اسلام رو بدونه که اینها چه کسانی بودند و چرا به فاصله بسیار کوتاهی بعد از رحلت پیامبر یک فجایع عظیمی بر سر مسلمان ها آمد، علت اونها چیه، ریشه اونها چیه، چه کسانی باعث شدن که امثال یزید بر مسند پیامبر بنشینن و اون جنایت ها رو انجام بدن. باید مطالعه باشه و مسلمانان خود این حقایق رو دریابن که در اونها نکات زیادی نهفته است و آثار و برکاتی زیاد است. فقط نکته مهم تاریخ حقیقی و صحیح. یکی از مواردی که در تاریخ آمده و جالب هست، سفارش معاویه است به یزید به این که درگیر با سید الشهدا سلام الله علیه نشه. ای پسر مواظب باش که به پیشگاه خدا که حاضر شوی خون حسین ابن علی به گردنت نباشد و الا روی آسایش نخواهی دید و در عذاب خدا مخلد خواهی بود. این نکته جالبه که ما در قضیه امام رضا سلام الله علیه هم داریم که خیلی ها ممکنه به شک و شبهه بیفتن و بگن عجب، مثلا مأمون خب امام علیه السلام رو ولی یه عهد خودش قرار داده و این کار بزرگی است. نه، این نهایت خباست و پلیدی اون حاکمان بود. اینها از این حرکات میخواستن استفاده های سیاسی کنن و مردم رو گول بزنن، بگن مردمی که ما بر شما حکومت میکنیم، ببینید امام شما ولی یه عهد ماست. حسین و یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. آرزوم به وقت مرگ جای کفن به دار من، پیراهن عزای تو برام بشه مثل کفن، روی سنگ قبر من نوشته شه به خطش، این حسینی بوده و اسیر بانوی دمش. یا حسین یا حسین یا حسین روحی فداک، یا حسین یا حسین یا حسین روحی. بینندگان محترم اینطور فکر نکنن که حالا معاویه که سفارش سید الشهدا رو به یزید میکنه این از روی رأفت، نه، این هم جهت حکومت خودش بود. میدانست که مواجه شدن با سید الشهدا و کشتن اون حضرت مساویه با برباد رفتن دودمان و حکومت،
لذا از این جهت که یزید رو خیلی دوست می‌داشت، فرزندش بود، فرزند ناخلف و پلیدش، لذا می‌خواست که حکومتش دوام پیدا کنه و درگیر این کار نشه، چون می‌دانست قلب‌ها با حسین ابن علی است و اگر این جنایت رو مرتکب بشه این دیگه حکومتش طولانی نخواهد بود. بعد در ادامه میگه معاویه که عبدالله ابن عباس روایت کرد، برای من روایت کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که اون لحظات آخر عمرشون بود حسین علیه السلام رو به سینه چسبانید و فرمود این پسر از ابرار عترت من و از اخیار ذریت من است، ای خدا برکت را قطع کن از کسی که بعد از من از حرمت حسین علیه السلام بکاهد. این را گفت، این روایت رو معاویه لعنت الله علیه نقل می کند، این را گفت و غش عارض پیامبر شد. اون لحظات آخر عمر پیامبر خدا بود. وقتی که به حال آمد پیامبر خدا فرمود ای حسین، روز قیامت مرا و قاتل تو را در محکمه عدل خدا خصومتی است و من خوشحالم که من خصم یعنی دشمن قاتل تو هستم، اونجا در محضر خدای متعال خودم با او خصومتی خواهم داشت. آنگاه بیزید گفت و من خودم از رسول خدا شنیدم، که ادامه حدیث رو انشاءالله در جلسه بعد به عرض شما خواهیم رساند. خدایار و نگهداره.